سلام بچه، حالتون چطوره؟ یکی دیگه از ماجراهای روباه و خروس با هم شروع میکنیم. انگار داره یه بادایی میاد، بادای سر، اونم تو مزرعه ما. باید بجنبیم و کارا رو جمع کنیم. باد سرد پاییزی داره شروع میشه و با خودش سرما و بارندگی میاره. فکر میکنم امسال زودتر از سالهای دیگه فصل سرما شروع شده است. دادا، ما باید به فکر زمستون پونه عزیز دل باشیم. من قبلا به فکرش بودم، به فرموینم فرستش. 25 مورد است که باید توجه بشه. تو که این لیستو تهیه کردی؟ من همیشه به فکر نیازهای پونه عزیز هستم. اما این کاریه که هر دو باید انجام بدیم. خب حالا هم اشکالی نداره، من این لیست رو تهیه کردم، تو هم میتونی در عوض کارایی رو که تو این لیست نوشته بود انجام بدی. ها عالیه، اینجوری خیلی از زحمت کارای من کمتر میشه. حالا بده لیست رو ببینم. بجنب ببو، تا دیر نشده محصولات رو داخل انبار بذاریم، وقت خیلی کم داریم. باشه چشم اسبی خوا. اونجا رو اسبی خواه، ببین چقدر پرنده تو آسمونه، انگار اتفاقی داره میفته. اینم از پرنده های مهاجر، حالا دیگه مطمئنم زمستون داره از راه میرسه. ببو حواست کجاست، دارم با تو حرف میزنم. ای کاش منم میتونستم با اون پرنده ها پرواز کنم و به سرزمین های دور برم. تو که پرنده مهاجر نیستی آخه. درسته که من پرنده مهاجر نیستم، اما میتونم اولین چرنده مهاجر باشم. گفتی اولین چرنده؟ ببو تا دلت بخواد چرنده مهاجر رو زمین هست که گله‌ای مهاجرت میکنن. پس همون بهتر که این بارا رو حمل کنم. این دیگه چی بود افتاد از آسمون؟ ها بگی دیدی که این چیزی از آسمون افتاد توی این بوتا؟ تو دیگه چی هستی؟ من چی هستم؟ تا حالا یه پرنده مهاجر زخمی ندیدی؟ نه ندیده بودم. این دیگه چه جورشه؟ یعنی دیده فقط تو آسمون، از نزدیک ندیده بودم. داشتم دنبال دوستان میرفتم که یه دفعه این سرم گیج رفت و افتادم اینجا. حالا اینجا کجا هست؟ ها؟ اینجا مزرعه باز پرنده مهاجر زخمی. تو سقوط کردیم وسط مزرعه. مزرعه شما؟ آره دیگه، جایی که ما توی اون زندگی میکنیم. خب ببینم، پس زمستونا کجا هستید؟ همینجا. پس بهار کجایی؟ بهارم همینجا. نمیخوام بقیه رو بپرسی، ما تابستون و پاییز هم همینجا هستیم، تمام سال رو همینجا زندگی میکنیم. من که سردره بیارم، آخه چطور و برای چه همیشه تمام طول سال رو اینجا زندگی میکنیم؟ خب معلومه جانم، برای اینکه اینجا خونه ما. گفتی خونه؟ این کلمه خیلی برام عجیبه، تا حالا اونو نشدیدم. نمیدونی خونه چیه؟ خونه جایی که ما توی اون راحتیم و همه سال رو توی اون زندگی میکنیم. از قضاتون چی میشه؟ چطوری خودتون رو گرم میکنید؟ وقتی برف میاد، وقتی هوا سرد میشه، اون وقت چی؟ ببین، ما قضامون رو با کشاورزی تو همین مزرعه به دست میاریم، برای زمستونمون رو انبار میکنیم، بعدش توی فصلای سرد مصرفش میکنیم. چرا از حال رفت اسبی خوار؟ حالا چیکار کنی؟ نمیدونم، باید کمکش کنیم ولی چه جوری؟ خب کاری نداره که، باید ازش مراقبت کنیم تا حالش خوب بشه. ولی ما که اطلاعات زیادی درباره این نوع پرنده نداریم. شاید شقاقل داشته باشه. تو دیگه کی هستی؟ من شقاقل هستم. شقاقل؟ چه اسم عجیبی. جزء کدوم دسته از پرنده های مهاجر هستی؟ پلیکانا، لکلکا، پرستوا؟ من جزء هیچ کدوم از پرنده هایی که تو میگی نیستم. پس تو چی هستی؟ من فقط شقاقلم، و اگه خیالت راحت میکنه بهتره بدونی که من یه خروسم. یه خروس؟ تا حالا بر خروس ندیده بودم. ببینم، تو هم با اون حیوانا که دیدم اینجا زندگی میکنی؟ یعنی میخوام بگم تمام سالو؟ اگه منظورت ببو و اسبی خانه، البته من با اونا همینجا زندگی میکنم. تو این بالا و پانسمان کردی؟
خیلی خوب، حالا که این لطفو در حق من کردی، منم در عوض میخوام در جواب این خوبی ازت دعوت کنم تا با من به سرزمین‌های جنوبی بیای. سرزمین‌های جنوبی؟ مثل اینکه تا به حال به جنوب سفر نکردی. پس بذار برات توضیح بدم. جنوب سرزمین دیگر با هوای دلپذیر و آسمان آبی و خوراک فراوانه. ما برنده های باجر اونجا واقعا احساس خوشبختی میکنیم. خب بگو ببینم نظرت چیه خروس؟ این سرزمین های جنوبی حتما باید جای خیلی جالبی باشه. معلومه، فکر نکنم همچین جایی رو به خوابم دیده باشی. حالا میخوای با من بیای اونجا؟ یعنی با تو بیام اونجا؟ اینم از این سرزم میشه شیشتا. خیلی خوب، به نظر میرسه برای زمستون هیچ مشکلی نداریم. البته میدونم که خیلی هم زیاد نیست، اما در حال حاضر همینه که هست. ناراحت نشو آقای دوم، اوضاع اونطوری هم که فکر میکنی بد نیست. ما بالاخره یه راهی برای گذروندن زمستون پیدا میکنیم. خیلی خوب، اگه این آرومت میکنه قول میدم از این به بعد دو شیفت برات فکر کنم و هر طور شده یه راه حلی پیدا کنم. قربونت برم، میدونستم که قبول میکنی. گفتی بخوای چی کار کنی؟ اینجا رو ترک کنی؟ یعنی بخوای از اینجا بری؟ آخه چرا؟ کجا؟ کی؟ خب یه لحظه مهلت بده توضیح میدم. راستش پرنده مهاجر از من دعوت کرده تا باهاش به سرزمین جنوبی سفر کنم. اون تعریفای زیادی از اونجا میکنه. میگه پرنده ها تو سرزمین خیلی خوشحال زندگی میکنن. خب جانم، من تعجب میکنم ما هم اینجا دور هم خوشحال زندگی میکنیم، مگه نه؟ بعدش هم تو اصلا به این فکر کردی که کی ما رو هر روز صبح بیدار میکنه؟ یا چه کسی داره مزرعه رو از اون بالای برجک باز کنه؟ یا کی از مزرعه دیدبانی کنه؟ بله، درسته که الان بابا هم مجبورن که اکثر وقتشون رو صرف مواظبت از تو بکنن، اما اگه تو هم نباشی مجبورن که کارهای تو هم انجام بدن. من دوست ندارم تو از اینجا بری. البته غیر از همه کارا و موضوعات، شقاقل برای ما یه دوست خوبه، یه دوست خوب که جایگزینی هم نداره. حتی بیشتر از یه دوست خوب، اون برای ما مثل یکی از اعضای خانواده بوده. یه خانواده خوشبخت و یه مزرعه آروم. بابو گفتی خانواده؟ آره، مثل یه برادر، مثل یه دادایی سوم. تو نباید ما رو ترک کنی. دادا تو یه چیزی بگو، مگه نمیبینی دادا شقاقل میخواد ما رو ترک کنه؟ نرو دادا، ما رو تنها نذار. من نمیدونم در جواب این همه محبت شما دوستان و خانواده خوبم چی بگم. دوم جان، هیچی به این کلم نمیاد. شما که مجبور نیستی با من بیدار بمونی. ها؟ با من میمونی؟ قربونت برم، خستگی دیگه امونمو بریده. بریم بخوابیم، بعدن دوباره فکر میکنیم. خیلی خواب راحت، همونی که بهش احتیاج داشتیم. عجب کارایی بلده. به نظر میاد تو کارش خیلی حرفه‌ایه. حالا داره چی کار میکنه اسپیخو؟ معلومه، داره وضع هوا رو بررسی میکنه. خب این کار به چی دردی میخوره؟ فکر کنم میخواد زمان پروازش رو مشخص کنه. ای وای، یعنی همون وقتی که شقاقل میخواد از ما جدا بشه؟ متاسفانه بله بابو جان. دادا خروسو، از پیش ما نرو. نمیشه داداش جان. لااقل قول بده هر چند وقت یک بار سری به ما بزنی. مطمئن باشید هر وقت بتونم میام و بهتون سر میزنم. من که برای همیشه از اینجا نمیرم. این فقط یه مسافرت به سرزمین‌های جنوبیه. ما همیشه منتظر برگشت تو هستیم داد خروسو. خب دیگه وقت خداحافظیه. من یکی که همیشه منتظر برگشتت میمونم داد خروسو. هنوز نرفته، دلم برای تنگ شده. خب دیگه شقاقل، وقت رفتنه. آماده شو، خداحافظی کن. هر وقت دلت برای ما تنگ شد بیا شقاقل. مطمئن باش ما از دیدنت خوشحال میشی. بابو جان این دیگه چجور خداحافظیه؟ خب در آخرین لحظات دیدارمون تصویر گوسفند مهربون تو ذهنش نقش ببند. خیلی خب، هر طور میلت جانم. همه ما دلمون برات تنگ میشه شقاقل جان، بهمون سر بزن.
منم دلم براتون تنگ میشه. مطمئن هستم که بازم به دیدارتون میام خیلی زود. خب دیگه بریم شقاقل خروزه، داره دیر میشه. باشه بریم. خداحافظ. زود برگرد شقاقل جا. خدا نگهدار داده خروسو. مواظب خودت باش داده خروسو. باشه مواظبم. شما هم همینطور. دوستات خیلی دوست دارن. آره اونا همیشه برای من دوستای خوبی بودن. خب دیگه حالا وقت پرواز شقاقل. آواره ای؟ ولی من که نمیتونم پرواز کنم، من یه خروس هم. آره آره اینو میدونستم، باهات شوخی کردم. آخه میدونی چیه، بعضی وقتا یکم هیجان تو زندگی لازمه. مطمئن هستم که تو این سفر به تو خیلی خوش میگذره. ترسیدم نکنه نتونم باهات بیام. این دیگه چیه؟ با این عجله داشتی کجا میرفتی جناب شقاقل؟ سمانو، داشتم از دست تو کارات فرار میکردم. بدون خداحافظی؟ این دیگه چیه شقاقل؟ معرفی میکنم، سمنو تنها روباه هیلگر که توی این جنگل زندگی میکنه و نمیذاره آب خوش از گلوی ما پایین بره. البته این داستانه دیگه تمام شد، کلن خیالت راحت میشه. همچون همون دوست عجیب غریبت، جفتتونو میخورم. راستی تو چی هستی غریبه؟ من یه پرنده مهاجر حفاظت شده هستم، تو حق نداری منو بخوری. اگه بیرون بودم نشونت میدادم. وای چقدر ترسیدم، امیدوارم مزد به تلخی برخوردید نباشه. دست از سرش بردار، تو با من کار داری، اونو ولش کن به سفرش ادامه بده. اتفاقا داشتم فکر میکردم که از وعده های غذایی تکراری خسته شدم و به فکر یه تنوع خوراک هستم. حالا چی کار کنیم شقاقل؟ نه ترس، اون تا الان که همیشه غذاش یا تون ماهی و نون خشک بوده یا حل از اون. ببینم تو میخوای همینطوری ساکت بشینی و اجازه بدی اون هر کاری بخواد بکنه؟ راستش نه پرنده. خب نقشاتو زودتر بگو قبل از اینکه خوراک این روباه هیله گر بشیم. آی اونجا چه خبره؟ چرا قد سر صدا میکنید؟ یه لحظه ساکت باشید. مگه نمیبینید دارم این دستور آشپزی رو میخونم؟ باید تمرکز داشته باشم وگرنه گوشت لذیذ شما هدر میره. میفهمید یا نه؟ خیر خوب ظاهرا خودت خواستی سمنو خوان، پس میخوای ما رو بخوری ها؟ آفرین شقاقل، اینقدر بکش تا کم بشه. خوریس وحشی چیکار میکنی؟ مراقب کاریت باش، اونجا واقعا حساسه. دوست ندارم کوچکترین موی ازش کم بشه. اگه میخوای اتفاقی برای دم قشنگت نیفته بهتر همین الان در این قفس رو باز کنی و ما رو آزاد کنی، وگرنه پشیمون میشی. شوخی میکنی؟ چرا درو بستی سمنو خان؟ مگه نشنیدی میگن جلوی ذره رو هر جا بگیری منفعته؟ ببین دم نازنین منو چطوری کشیدن؟ پرنده مهاجر زودتر برو به دوستام خبر بده که من اینجام. حالا وقتی که هیپو هاپ بیان سمنو میفهمه که دنیا دست کیه. ولی شقاقل من همینطوری هم از برنامه مهاجرتم خیلی عقب هستم و تأخیر بیشتر از این مشکلات زیادی برای مهاجرتم به وجود میاره. فعلا خداحافظ. بفرما اینم از دوست جدیدت شقاقلی ندون. حالا چی داری بگی؟ آخ که مردم از خنده. ولی ما که دوست بودی. سزای کسی که دوم نازنین منو مورد حمله قرار بده اینه، مگه نه آقای دوم؟ سمنو خان میبینم که از تنهایی در اومدی. پس چی فکر کردی؟ تازه من و آقای دوم در کنار هم زندگی خوبی داریم شقاقل خان. کی؟ تو آقای دوم کاملا معلومه. چیه؟ اگه باوری نمیشه از خودش بپرس. به روباهه گفتن شاهدت کیه؟ گفت دومم. آهای مراقب حرف زدنت باشه وگرنه مجبور میشم وعده های غذای زمستونیمو زودتر از موعد مصرف کنم. به همین خیال باش سمنو خان. بهتره به جای مزه پرونی ها از باقی مونده عمرت به خوبی استفاده کنی. اینو به خودت بگو. چرا حرف بی ربط میزنی؟ این تو هستی که تو قفسی و دوستاتم از این ماجرا بی خبرن. انقدر مطمئن نباش خوش خیال. دیگه داری اون رو ما بالا میاری. زیاد جوش نخور، برای اعصابت ضرر داره. اونجا رو ببین، مثل اینکه مهمون داری.
چی گفتی؟ مهمون؟ من که منتظر کسی نیستم. دست ماریزاد، خوب حساب اون سمنه هیلگر رو رسیدید. من از شما واقعا متشکرم. راستی شما چطوری متوجه شدید من در چنگال اون موزی اسیر شدم؟ تو باید از پرنده مهاجر متشکر باشی. اون ما رو از حالت با خبر کرد. گفتی پرنده مهاجر شما رو خبر کرد؟ اون که میخواست هرچی زودتر خودشو به دوستاش برسونه، برای همینم منو پیش سمنو تنها گذاشت. اون پرنده باهوش با این کارش باعث شد تا سمنو خیالش از بابت ما راحت باشه و زودتر از موعد به تو آسیبی نرسونه، در ضمن با اونم کاری نداشته باشه. چه اینطور؟ حالا اون کجاست؟ پرنده مهاجر همونطور که به خودت گفته بود باید خودش رو به دوستاش برسوند. برای همین بعد از اینکه ما رو از وضعیت تو باخبر کرد، با دسته پرنده های مهاجر جدیدی که از اینجا بگذشتن همراه شد و باهاشون رفت. دوستی ما با هم گرچه مدت زیادی طول نکشید، ولی پرنده مهاجر به ما یاد داد که همیشه و در همه حال باید به فکر دوستان بود. بله، من که قول میدم همیشه به فکرت باشم داد خروستو. نه خیلی، انگار باز شروع شد. بله بچه های عزیز، یادتون باشه همیشه به فکر دوستاتون باشی و هیچ وقت تنهاشون نذاری. تا یه ماجرای دیگه، خدا نگهدار.